بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما مسئولین عزیز، با خدا کند جور و سعادتمند باشین. موضوع لکچر امروز ما در مورد اندومتریال کانسر یا سرطان های اندومتریوم می باشد که همه شما را به لکچر خوش آمدید میگم. موضوعات را که در این لکچر بالایان بحث خواهیم نمود شامل انتروداکشن یا معرفی سرطان اندومتریوم، ریسک فاکتورها، انواع سرطان اندومتر، تظاهرات کلینیکی، تشخیص، گریدینگ، تداوی و انظار می باشند. سرطان اندومتر یکی از شایع‌ترین سرطان های جهاز تناسلی به خصوص رحم در نزد خانم ها بوده که از طبقه داخلی یا اندومتریوم منشأ می گیرد. قسمی که در تصویر می بینین یک کتله سرطانی در قسمت اندومتریوم عبارت از سرطان اندومتریوم می باشد که از قسمت اندومتریوم منشأ گرفته است. سرطان اندومتریوم از جمله چهارمین سرطان بعد از سرطان سدیه، سرطان ریه و سرطان امعا در نزد خانم ها می باشد که حد اکثر شیوعان بین سن 50 الی 65 سالگی بوده و 25% وقات آن در سن پریمنپوزال یا قبل از منپوز و 2 الی 5% آن قبل از 40 سالگی اتفاق می افتد و شایع‌ترین نوع سرطان اندومتریوم از نوع ادینوکارسینوما می باشد که سرطانی است که از قسمت غدوات اندومتر منشأ گرفته و حدود 75 الی 90% وقات را تشکیل می دهد. اما سایر انواع سرطان اندومتر که وقات آن بسیار نادر می باشد شامل لایمایوسارکوما، اندومتریال استرومال سارکوما، مکس مولاریان سارکوما و مولاریان ادینو سارکوما می باشد که این انواع نادر است ولیکن زیادتر ادینوکارسینوما در نزد خانم ها به وجود می نمید. ریسک فاکتورها یا عوامل خطر سرطان اندومتریوم. مهمترین ریسک فاکتورهای سرطان اندومتریوم سوی بلند استروژن، چاقی، نولپراتی، اگزوجنیوس استروژن، کرونیک تاموکسیفینیوس، پریویوس پلویک رادیشن، هایپرتنشن، دیابت و پولیسیستیک اوواریان سندروم می باشد. قسمی که در نزد افراد که سوی استروژن نسبت به پروژسترون بیشتر باشد نشنمای اندومتریوم در نزدشان بیشتر صورت گرفته و سبب هایپرپلاژی اندومتریوم میگردد و این افراد در خطر بالای ابتلا به سرطان اندومتریوم قرار میدهد. همچنان در افراد چاق چون در انساج شحمی مقدار بیشتر استروژن ذخیره میگردد و در ضمن آن اندرو استنودیون که یک نوع هورمون استرویدی است و تاثیرات ضعیف اندروژنی دارد در نزد افراد چاق به صورت دوامدار به استروژن تبدیل میگردد و در نتیجه سوی استروژن در نزد ای افراد بالا رفته و زمینه را برای سرطان های اندومتریوم مساعد میسازد و افراد چاق 3 تا 10 برابر در خطر ابتلای سرطان اندومتریوم قرار دارند. همچنان نولیپراتی یا خانم هایی که هیچ ولادت نکردند در خطر ابتلا به سرطان اندومتریوم قرار دارند و تجویز استروژن بدون پروژسترون در دوران منوپوز این هم سبب نشونمای اندومتریوم و هایپرپلاژی اندومتریوم شده و زمینه را برای سرطان اندومتریوم مساعد می سازند. و تاثیرات تاموکسیفین خصوصا که بیش از 6 سال استفاده شود سبب هایپرپلاژی اندومتریوم گردیده و خطر سرطان اندومتریوم را افزایش می دهد و خانم هایی که سابقه اخذ رادیوتراپی حوصله را دارند، خانم هایی که مصاب پولیسیستیک اوواریان سندروم، دیابتس ملیتوس و هایپرتنشن هستند چون در نزد خانم ها میتابولیزم استروژن مختل میشه و به قسم غیر نرمال سوی استروژن افزایش مییابد بنابراین در خطر بالای ابتلا به سرطان اندومتریوم قرار دارند و همچنان سابقه سرطان سدیه، سابقه سرطان تخمدان از سایر ریسک فاکتورهای سرطان اندومتریوم هستند. شکل ارثی سرطان اندومتریوم که شامل کلیر سل کارسینوما و پاپیلری سیروزز و ادینو اسکواموس سل کارسینوما هستند بسیار نادر بوده ولی که نسبت به انواع دیگر مهاجم تر می باشند. انواع سرطان اندومتر به صورت عموم دو نوع سرطان اندومتر وجود دارد، نوع 1 یا تایپ 1 و تایپ 2.
تایپ یک وابسته به استروژن بوده و از نواحی اندومتر که به هایپرپلازیا معروض گردیده است منشأ میگیرد و این سرطان ها خوب تمایز یافته یا ویل دیفرنشیتد می باشد و انظار آن نیز بهتر می باشد و زیادتر در نزد خانم هایی که تحت تداوی با استروژن بدون پروژسترون قرار می گیرند و میان می آید و اکثریت این خانم ها جوان هستند و در سنین قبل از منوپوز قرار دارند. لیکن نوع دو یا تایپ دو در زنان مسن‌تر دیده شده و ارتباط با هایپرپلازیای اندومتر یا تحریک اندومتر با استروژن ندارد و این شکل سرطان کمتر تمایز یافته بوده و انظار آن نیز خراب می باشد. تظاهرات کلینیکی عمدترین اعراضی که در نزد مریضان مصاب کانسر اندومتریوم موجود می باشد شامل ابنرمال وجینال بلیدنگ بوده که یک عرض معمول سرطان اندومتریوم است و اکثرا به قسم غیر منظم می باشد و در نزد خانم ها بعد از منوپوز 75% خونریزی ها از طرف سرطان اندومتریوم می باشد. وجینال دسچارج یا افرازات محولی است که میان خونریزی های محولی مریضان از دسچارج محولی نسواری رنگ شاکی می باشد و در صورتی که پایومتریوم تأسیس نموده باشد یعنی قی در داخل جوف وطن تجمع نموده باشد این افرازات قیهی خواهد بود. پین یا درد می باشد که درد معمول نبوده ولی در مراحل آخری دیده می شود که از یک درد مبهم قسمت های سفلی بطن شروع و الی یک درد کولیکی فرق می کند. سرطان اندومتریوم علائم به خصوص ندارد و با وجود تحسس سرطان کدام ابنرمالتی دریافت نمی شود ولی بعضا در اثر بزرگ شدن تومور سایز رحم با ماینه بزرگ دریافت شده و در صورت انتشار سرطان به اعضای مجاور رحم فکس گردیده و تثبیت می گردد و بدون حرکت می باشد. دیاگنوز یا تشخیص سرطان عنق رحم در حال حاضر تست سکرینینگ خاص برای سرطان اندومتریوم وجود ندارد اما بعضا یک سلسله معاینات را جهت تشخیص آن اجرا می نمایند مانند ترانس وجینال اولتراساوند پاپ اسمیر اندومتریال بایپسی و اندوسرویکال کرتیج قسمی که در معاینه اولتراساوند محولی تکنس اندومتریوم بیشتر از 5 میلیمتر می باشد و در اینجا شما در تصویر طرف چپ یک اندومتریوم سالم را مشاهده میکنید که به قسم یک خط باریک بوده و ضخامت آن کمتر از 5 میلیمتر میباشد اما در طرف راست اندومتریوم بسیار زیاد ضخیم بوده و هایپرپلاژیا نموده و ضخامت آن بیشتر از 5 میلیمتر میباشد. در معاینه پاپ اسمیر نمونه یا بایپسی از قسمت عنق رحم گرفته می شود جهت معاینات پاتولوژیک فرستاده می شود که در 30 تا 50% مبتلایان به سرطان اندومتر نتیجه آن مثبت می باشد. اما طریقه اصلی تشخیص سرطان اندومتریوم اندومتریال بایپسی یا گرفتن پارچه نسجی از اندومتر و بررسی پاتولوژیک آن می باشد و در هر مریض مشکوک اولین قدم مناسب بایپسی اندومتریوم می باشد که به طریقه اسپایریشن صورت می گیرد یعنی توسط یک سوزن از قسمت اندومتریوم حجرات اسپایره می شود و جهت پاتولوژی فرستاده می شود و در افراد بالاتر از 40 سال باید جهت رد سرطان عنق رحم علاوه بر بایپسی اندومتریال کورتاژ کانال اندوسرویکس نیز باید صورت بگیرد که به نام اندوسرویکال کروتیج یاد می گردد و از قسمت کانال اندومتر توسط یک کوریت پارچه یا نمونه اخذ بشه و جهت معاینات پاتولوژی فرستاده میشه و دقت تشخیصی بایوپسی اندومتریال حدود 90 تا 98 درصد می باشد. در صورتی که نتیجه معاینات بایوپسی پاپ اسمیر و اندوسرویکال بایپسی منفی باشد و یا اینکه خونریزی نزد مریضان ادامه پیدا بکند در نزد خانم ها کورتاژ های تشخیصی توسط عملی دینسی یا دایلتیشن و کورتاژ اجرا می گردد و در خانم هایی که سن بالاتر از 40 سال دارند باید فرکشنال دینسی یا اجرا گردد یعنی بر علاوه نمونه از اندومتر از کانال اندومتر نیز کانال اندوسرویکس ببخشید کانال اندوسرویکس نیز نمونه نسجی باید عکس گردد و به خاطر رد نمودن سرطان های عنق رحم و در صورتی که نتیجه معاینات دی ان سی نیز منفی باشد نزد خانم ها هیستروسکوپی اجرا می گردد و در جریان آن بایوپسی از اندومتر خصوصا از نواحی مشکوک عکس می گردد که آله هیستروسکوپ عبارت از یک اندوسکوپ
میکروسکوپی است که داخل جوف رحم میگردد و نواحی مختلف یا تمام کانال جوف اندومتریوم توسط یک اسکرین مشاهده میشه و از نواحی مشکوک نمونه اخذ میشه و به پاتولوژی فرستاده میشه که اکثرا نتیجه معاینات بایوپسی که تحت استرسکوپی گرفته شده بسیار زیاد دقیق و دقت بالا می داشته باشن. خب معاینات لابراتوری یا معایناتی که بعد از اینکه تشخیص سرطان اندومتر توسط معاینات بایوپسی تایید گردید، یک سلسله معاینات لابراتوری نزد مریضان اجرا می گردد که شامل سی بی سی یا کامپلیت بلاد کاونت می باشد یا معاینات مکمل خون، چرا که از سبب خونریزی غیر نرمال مهبلی در نزد مریضان انیمیا یا کمخونی به وجود می آید که ما می تونیم توسط معاینات مکمل خون سویه هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد کرویات سرخ خون را بررسی کنیم و معاینات روتین ادرار می باشد که در نزد خانم ها اجرا می گردد و در صورت معافیت حالب ها یا کلیه ها در نزد خانم ها معاینات کلیوی اجرا می گردد که در معاینات کلیوی سویه بیوین و کریاتینین دیده می شود که در حالت نرمال بیوین یا بلد یوری نیتروژن سویان در حدود 7 الی 20 میلی گرام فی میلی لیتر بوده و از کریاتینین 0.7 الی 1.2 میلی گرام، اما در صورتی که سرطان و کلیه ها و حالب ها میتاستاز داده باشد سویه بیوین و کریاتینین افزایش پیدا می کند. و معاینه دیگری که در نزد خانم های مصاب سرطان اندومتر اجرا می گردد عبارت از CA125 می باشد که CA125 یک تومور مارکر است که یک نوع پروتین است که توسط حجرات سرطانی افراز می شود و این زیادتر در سرطان های تخمدان ها سویان بسیار زیاد بلند می رود و تومور مارکر اصلی سرطان تخمدان ها است، اما در سرطان اندومتر نیز سویان افزایش پیدا می کند. و معاینه دیگری که در نزد خانم های مصاب سرطان اندومتر اجرا می شود چست ایکس ری است که به خاطر میتاستاز های ریوی اجرا می گردد و همچنان معاینات سیتی اسکن و ام آر آی که گسترش سرطان و خارج از اندومتر و خارج از رحم را نشان می دهند. مرحله بندی یا استیجینگ سرطان اندومتر. تا اواخر دهه 80 سرطان اندومتر به صورت کلینیکی و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از معاینه مریض و نتیجه کرتاش های تشخیصی یا DNC مرحله بندی می شد. این مرحله بندی قادر به شناخت عوامل مربوط به پیشاگاهی در مورد تهاجم عمقی به مایومتر و بیماری خارج رحمی از لحاظ کلینیکی نبود و وسعت بیماری را کمتر از حد واقعیان تخمین می نمود. به علت این نقایص، فدراسیون بین المللی نسای ولادی یا فیگو در سال 1988 این طرح مرحله بندی را تعدیل نمود و درجه بندی سرطان اندومتر بر اساس دریافت‌های جراحی یعنی لپاراتومی را توصیه نمود که به اساس آن سرطان اندومتر دارای 4 استیج یا 4 مرحله می باشد که مرحله اول سرطان محدود به رحم بوده، مرحله دوم گسترش سرطان به سرویکس یا عنق رحم را نشان می دهد و مرحله سوم گسترش سرطان به جوف حوصله و مرحله چهارم متاستازهای دوردست را نشان می دهد که هر مرحله دارای درجات مختلف می باشد. مرحله اول دارای 3 درجه بوده، درجه A، B و C. درجه A آن سرطان یا تومور محدود به اندومتر است. درجه B کمتر از نصف ضخامت مایومتریوم مورد تهاجم سرطان قرار گرفته و درجه C آن بیش از نصف مایومتریوم مورد تهاجم قرار گرفته. مرحله دوم که گسترش سرطان به سرویکس یا عنق رحم را نشان می دهد نیز دارای 2 درجه می باشد. درجه A تهاجم به عنق رحم بوده که تنها قسمت غدوی عنق رحم دچار گردیده، اما درجه B بر علاوه قسمت غدوی استرومای عنق رحم نیز درگیر شده است. یعنی سرطان بر علاوه قسمت غدوی قسمت استرومای عنق رحم را نیز مورد تهاجم قرار داده است.
ده تصویر شما استیج اول یا مرحله اول سرطان اندومتر میبینین که درجه ایان تنها قسمت اندومتر را موجب ساخته، یعنی سرطان محدود به قسمت اندومتریوم بوده و قسمت عضلی یا مایومتریوم سالم می باشد. اما درجه بی ایان بر علاوه اندومتر قسمت نصف از مایومتر یا قسمت عضلی جدار رحم را نیز مصاب ساخته است. استیج یا مرحله سوم که گسترش سرطان به جوف حوصله و اطراف رحم را نشان می دهد نیز دارای 3 درجه می باشد. درجه A تومور به سیروزا و یا ادنکس ها یا قسمت های تخمدان و نفیر ها تهاجم نموده و در این حالت بررسی های سایتولوژیک که از جوف پریتوان صورت می گیرد مثبت می باشد، یعنی در معاینات بایوپسی که از قسمت های پریتوان حوصله گرفته می شه نتیجهش مثبت می باشد که یعنی تثبیت می کند که تومور به این نواحی انتشار نموده. درجه بیان میتاستاز به محبل را نشان می دهد که محبل نیز درگیر شده و درجه سوم یا سیان میتاستاز به قسمت های عقدات لنفاوی حوصله و همچنان عقدات لنفاوی اطراف ابهر را نیز نشان می دهد. و استیج چهارم که میتاستاز های دوردست را نشان می دهد دارای 2 درجه می باشد. درجه A میتاستاز به محاط مثانه و عمار را نشان می دهد و درجه B میتاستاز به نواحی دورتر یعنی بر علاوه جوف حوصله میتاستاز به جوف بطن و صدر را نیز نشان می دهد. در این تصویر مرحله بندی سرطان اندومتریوم به اساس فیگور را مشاهده می کنیم که در استیج 1A تومور تنها قسمت اندومتریوم را موف ساخته، اما در 1B بر علاوه اندومتریوم به مایومتریوم نیز نفوذ نموده. در استیج 1C کاملا قسمت مایومتریوم مورد تهاجم تومور قرار گرفته و در استیج 2A بر علاوه اندومتریوم قسمت های غدوی سرفکس یا عنق رحم را نیز موف ساخته و در استیج 2B بر علاوه قسمت غدوی عنق رحم قسمت استرومای آن را نیز درگیر نموده، یعنی کاملا نسج عنق رحم نیز مورد تهاجم تومور قرار گرفته. استیج 3A سرطان یا کانسر بر علاوه اندومتریوم قسمت های نفیرها و طبقه سیروزای جسم رحم را نیز مورد تهاجم قرار داده و به یک قسمت ها هم سرایت نموده. و در استیج 3B تومور بر علاوه اندومتریوم به قسمت های علوی محبل هم سرایت نموده و در استیج 3C بر علاوه رحم یعنی تومور به خارج از رحم به حوصله سرایت نموده که حتی عقدات لنفاوی اطراف ابهر را نیز موقوف می سازد. استیج 4A در این حالت تومور به مخاط مثانه و یا امعا سرایت می کند که در اینجا شما می بینید که تومور بر علاوه رحم به داخل مثانه نیز سرایت نموده و انتشار نموده است. و در استیج 4B تومور بر علاوه رحم و جوف حوصله به جوف بطن و هم حتی به جوف صدر نیز میتاستاز میدهد. انتشار یا سرایت سرطان اندومتریوم قسمی که در تقسیمات یا مرحله بندی سرطان اندومتریوم یادآور شدیم که سرطان اندومتریوم به نواحی مجاور به جوف حوصله و حتی نواحی دورتر انتشار می‌یابد. بنان انتشار سرطان اندومتریوم به 4 شکل صورت می‌گیرد: انتشار مستقیم که سرطان از اندومتریوم به مایومتریوم و بالاخره به سرفکس یا عنق رحم و بعضاً به تخمدان‌ها و نفیرها به صورت مستقیم انتشار می‌یابد. طریق دوم انتشار لنفاوی می باشد که از طریق اوعیه لنفاوی به عقدات لنفاوی مجاور رفته و به این ترتیب از طریق لنف به نواحی مختلف انتشار می‌یابد. و طریق سوم انتشار از طریق خون می باشد یا هماتوجنیوس که این طریق انتشار در ابتدا قدر معمول نیست، اما در صورتی که سرطان به مراحل اخیر خود میرسه در این حالت امکان داره که بعضن حجرات سرطانی داخل دوران خون شده و از طریق دوران خون به نواحی مختلف مثل ریه ها یا شش ها
کبد یا جگر و به دماغ انتشار نماید. و طریقه چهارم طریقه ایمپلانتیشن یا غرس حجرات سرطانی است که اکثرا در اثنای عملیات ها اتفاق می افتد، یعنی وقتی که مریض از سبب سرطان اندومتریوم تحت عملیه جراحی قرار می گیره و در نزدش هیسترکتومی اجرا می گردد، یعنی رحمش کشیده می شه، بعضا امکان دارد که انساج یا حجرات سرطانی در ساحه باقی بماند و زمانی که قبه محبل دوخته می شه، قبه محبل قسمتی است که وقتی که رحم مریض کشیده می شه محبل باز می ماند از قسمت داخل، یعنی قسمت علوی محبل. در این حالت وقتی که انمی قسمت علوی محبل دوخته میشه امکان داره بعضا سرطان حجرات سرطانی در این ناحیه توسط تارهایی که دوخته میشه غرض شوه، که این محل به نام قبه محبل میگن که اکثرا حجرات سرطانی در قبه محبل غرض میشه و مرض دوباره نقص میکند. تداوی سرطان اندومتر به طریق جراحی، شیموتراپی یا تداوی دوایی، رادیوتراپی و هورمون تراپی صورت میگیره. تداوی جراحی سرطان اندومتر شامل توتال ابدومینال هیسترکتومی و بایلاترال سالپنگو اوفرکتومی می باشد، یعنی هم رحم مریضان کشیده می شود و هم هر دو نفیرها و تخمدان ها، در صورتی که تنها جسم رحم و عنق رحم در نزد خانم ها برطرف گردد به نام توتال هیسترکتومی، اما در صورتی که همراه با رحم نفیرها و تخمدان ها نیز برطرف گردد به نام توتال هیسترکتومی و سالپنگو اوفرکتومی، اگر یک نفیر و یک تخمدان برطرف گردد سالپنگو اوفرکتومی، اما در صورتی که هر دو نفیر و هر دو تخمدان همراه با رحم برطرف گردد به نام توتال ابدومینال هیسترکتومی و بایلاترال سالپنگو اوفرکتومی یاد میگردد. ولی در صورتی که بر علاوه نفیرها، تخمدانها و رحم قسمت های علوی محبل و یک مقدار انساج مجاور عنق رحم نیز برداشته شود به نام رادیکال استرکتومی یاد می گردد. و در استیج اول در نزد خانم ها توتال ابدومینال استرکتومی و بایلاترال سالپنگو اوفرکتومی اجرا می گردد و همچنان از عقدات لنفاوی اطراف ابهر و عقدات لنفاوی حوصله نیز به خاطر گسترش انتان نمونه یا بایپسی گرفته می شود و به خاطر معاینات پاتولوژیک به لابراتوار فرستاده می شود. و در استیج دو و سه بر علاوه از اینکه رحم و یا هیسترکتومی در نزد خانم ها اجرا میشه یا رحم خانم ها برطرف میشه، بعد از عملیات در نزد خانم ها به خاطر جلوگیری از ناکس یا دوباره به وجود آمدن سرطان رادیوتراپی نیز اجرا میگردند. و استیج 4 مرحله اندستیج سرطان می باشد که در این مرحله چون سرطان به نواحی دورتر میتاستاز داده اکثرا تداوی جراحی اجرا نمی گردد، بلکه در نزد مریضان تداوی دوایی، تداوی هورمونی و تداوی رادیوتراپی اجرا می گردد که به خاطر بهبود کیفیت زندگی این مریضان می باشد. و این مریضان چون بسیار زیاد کشکتیک و بسیار زیاد ضعیف میشن عملیه جراحی را تحمل کردن نمیتونن. شیموتراپی، در شیموتراپی از دواهایی که سبب از بین رفتن حجرات سرطانی میگردد استفاده میشود و شیموتراپی توسط یک دوا یا به شکل ترکیبی توسط چندین دوا صورت میگیرد که برای مریضان از طریق فمی یا وریدی تجویز میگردد. تداوی دوایی هم قبل از عملیات و هم بعد از عملیات اجرا میگردد که قبل از عملیات به منظور کوچک کردن سایز سرطان میباشد تا سرطان در هنگام عملیات به آسانی برداشته شود، ولی بعد از عملیات جهت جلوگیری از به میان آمدن دوباره سرطان توصیه میگردد. و دواهایی که به منظور شیموتراپی استفاده میگردد شامل کاربوپلاتین، سیسپلانتین و دوکسوروبیسین و غیره می باشد. رادیشن تراپی یا تداوی توسط شعاع، به خاطر تداوی شعاعی از شعاع انرژیکی بسیار قوی مانند شعاع اکس و یا پروتون ها به خاطر از بین بردن حجرات سرطانی استفاده می شود و تداوی شعاعی هم قبل از جراحی و هم بعد از جراحی صورت می گیرد. در واقعاتی که قبل از جراحی صورت می‌گیرد به منظور اینکه سایز تومور خرد شود و توسط عملی جراحی به سهولت برداشته شود صورت می‌گیرد، اما اکثرا بعد از تداوی جراحی به منظور جلوگیری از دوباره به میان آمدن سرطان در نزد افراد اجرا می‌گردد.
هورمون تراپی یا تداوی هورمونی. تداوی هورمونی در مراحل پیشرفته سرطان اندومتریوم مانند استیج 34 همزمان با تداوی دوایی صورت میگیرد که به این منظور از هورمون های مانند پروژسترون استفاده می نمایند تا از پیشرفت سرطان جلوگیری نماید و عموماً از مدروکسی پروژسترون استات و مجسترول استات که انواع پروژسترون اند استفاده می گردد. و استفاده پروژسترون بر علاوه که از پیشرفت سرطان جلوگیری می کند تا اندازه در مراحل آخری درد مریضان را نیز کاهش می دهد. وقایع بعد از تداوی سرطان اندومتریوم. اکثرا به خاطر وقایع از سرطان اندومتریوم زمانی که نزد خانم تداوی صورت گرفت به خاطر جلوگیری از ناکس یا دوباره به وجود آمدن آن باید معاینات متکرر در نزد خانم ها به شمول گرفتن تاریخچه دقیق، معاینات فیزیکی و معاینات سایتولوژیک از ناحیه معبل باید اجرا گردد که در ابتدا بعد از تداوی هر 3 ماه بعد برای مدت 6 ماه و سپس هر 6 ماه بعد برای مدت 2 سال و بالاخره هر بعد از 2 سال هر سال معاینات در نزد خانم ها اجرا گردد و در صورت ناکس یا دوباره با وجود آمدن سرطان در نزد خانم ها تداوی هورمونی اجرا می گردد. پروگنوزس یا انظار سرطان اندومتر. انظار سرطان اندومتر با فاکتورهای مثل سرجیکال گریدینگ، نوع سرطان، سن، نژاد و عمق تهاجم به مایومتر بستگی دارد که از لحاظ سرجیکال گریدینگ خانم هایی که در مراحل ابتدایی یا اولیه سرطان مصاب گردیدن چانس بقای عمر 5 ساله در نزدشان 75% بوده، یعنی بیشتر می باشد، اما در استیج 2 حدود 60%، در استیج 3 30% و در استیج 4 10%. و نظر به نوع سرطان، انظار ادینوکارسینومای اندومتروئید نسبت به اشکال ارسی سرطان اندومتر بهتر است و اشکال ارسی سرطان اندومتر وخیمتر و انظار آن نیز خرابتر می باشد و از لحاظ سن با افزایش سن انظار سرطان وخیمتر می شود و همچنان نقص مرض با افزایش سن بیشتر و افزایش می آورد. نظر به نژاد، انظار سرطان در سیاه‌پوستان نسبت به سفیدپوستان وخیمتر است و نظر به عمق تهاجم به مایومتر، در صورتی که مایومتر مصاب نشده باشد انظار سرطان بهتر است، اما در صورتی که مایومتر خصوصا در صورتی که بیشتر از نصف مایومتر مصاب شده باشد انظار سرطان وخیمتر می باشد و نشان دهنده سیر پیشرونده سرطان می باشد.